هر روزش مبارزه بود، هر روزش دیدن یک حماسه بود. هر روزش اوج مقاومت برای زندگی و ارزش‌های انسانی بود. با یک نگاه و یک لبخند روح مقاومت و زندگی بینمون جاری شد. هر لحظه تحمل درد و شکنجه و هر روز مقاومت در راه آزادی دلیلیه برای عشق به زندگی. تاریک‌ترین نقطه شب نزدیک‌ترین لحظه به روشناییه. ده سالم بود که به زندان افتادم با هزاران نفر دیگه. اولین بار که دستگیر شدم 25 سالم بود. از سال 60 تا 62 در زندان اوین بودم. سال 61 دستگیر شدم. به اوین منتقل شدم که وقتی دستگیر شدم 16 سال داشتم. مدت 4 سال در اوین بودم. من 30 سالم بود که دستگیر شدم. در سال 1361 و جهت دستگیریم هم هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. آبان سال 60 بود که موضوعی رژیم با یه آمبولانس و ماشین مسلح به بیمارستان ایرانمهر تهران که من موقع توش بستری بودم حمله کردن و با برانکار به زندان اوین بردن. 3 سال در زندان های اوین و قزلحصار بودن. اومدن دنبال همسر من که تحت تعقیبشون بود، ولی چون اون نبود و دیگه مخفی شده بود و خونه نمی آمد منو گرفتن بردن. مثل همه که می گفتن دو سه تا سوال کنیم، بعدم بردن اوین. و وقتی بار دوم دستگیر شدم دخترم 5 سال داشت، اونو هم با من به زندان بردن. من 2 سال در زندان اوین بودم، 8 ماه در زندان انفرادی بودم. اونجا هم دادگاهی کردن و محکومیت دادن و 3 سال به من حکم زندان دادن، فقط به جرم اینکه همسر من هوادار مجاهدین بود. زمستون سال 60 بود که دستگیر شدم. نصف شب بود، ساعت 2:30 نصف شب بود که اومدن ریختن توی خونه و منو با خودشون بردن به اوین. شنیده بودم از اوین که زندان و شکنجه، ولی هیچ تصوری ازش نداشتم. جنوب شهر تهران، یاخچی آباد، توسط کمیته ضربت دستگیر شدم. بعد از 15 روز به اوین منتقل شدم که از همون ابتدا در بندهای آپارتمان و 246 بالا بودم. بعد از 1 سال به 7 سال حبس محکوم شدم. حدود 13-14 نفر پاسدارا بودن که یهو ریختن داخل خونه. بعد من خواهرم گوشه دیوار گذاشتم، سلاح رو گلک زدم و کشیده بودن به سمت ما گرفتن. بعد تو اونا یه نفری بود به نام اسلامی که بعدها متوجه شدن که شکنجگر معروف شعبه 7 اوین هستش. تو خونمون یه سری مدارک داشتیم، اینا رو جاسازی کرده بودن توی چرخ حیاتی. بعد کاملا همون واکنش های پاسدارا رو چک میکردن ببینم کجاها رو دارن میگردن. نمیدونستم که منوچهر رو چه کار کردن داداشم رو، آیا کشتن نکشتنش. نمیدونستم که حالا بعد از این چه چیزی سر راه هم هست. همون شب این گروه ضربت ریخت تو یاخچی آباد، ریخت تو خونه ها و
تعداد زیادی مادر، حدود 20 مادر رو با بچه های کوچیکشون دستگیر کرد. مادری بود که اسمش فاطمه بود، این یه بچه داشت که بچهش هم فلج بود. یه این صدای گریه بچهش رو شنیدن. خیلی بحث سختی بود، باورم نمی شد که مثلا این بچه فلج هم دستگیر کردن، مثلا آوردن. بعد که من از توی خود خونم رو مردم بیرون، چشمم به من زدن، بردن منو تو ماشین. از اون به بعد دیگه من نمی دونستم کجا هستم، با کی هستم و راهی که می رفتم کجا. گشتم هیچ چیزی پیدا نکردم. در واقع تو اولش گفتم ما میدیم، ولی هر تماسی چیزی با شما گرفتن به ما اطلاع بدیم، رفت آمدم از خونه نداشته باشید. هیچ چیزی برام مهم نبود، فقط برام مهم این بود که بتونم اون مدارکی رو که خلاصه هست رو از بین ببرم. از پدر مادرم خواستم که خلاصه دو تا حشره پشت دادن دستشون، گفتم این رو توی خونه خالی کنی. خودم به سرعت رفتم طرف چرخ خیاطی که مدارک اونجا جاسازی کرده بودم، اونا رو برداشتم و آتیش زدم. یه سری از مدارک دیگه که حجمش چون خیلی زیاد بود، عکس و یه سری چیزای مختلف بود، اینا رو توی آب گرم کن ریختم. بعد آب گرم کن روشن کردم، خاکستر همین در واقع مدارک آتیش زده رو داخل پوست هندونه توی سطل آشغال مخفی کردم. مجددا صدای گلنگدن می اومد، شب بود، داخل خونه ریختم. یه دفعه اسلامی گفت به به بوی سوختن میاد، با قنداق سلاحش محکم به من زد طرف دیوار، منو هل داد. بعد گفتش که منافق بگو مدارک رو چه کار کردی، سوزون بیش. نه قبل از اومدن من به پدر مادرم گفتم که هیچ چیزی ندیم، هیچ چیزی نگیم، فقط بذاریم من با اینا خلاصه صحبت کنم. منو آویزون کرد که چند بار اینو ادامه داد. تو اون لحظاتی که آویزون کرده بود